أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حضرت فرمود بهترین تحفه، تحفه یعنی سوغاتی، بهترین تحفه‌ای که عبد مؤمن برای مؤمن اهدا بکند همون نصیحتی است که برای او بیان بکند، همون ذکر کلمات ما آل محمد صلی الله علیه و آله. الذین یحملون العرش و من حوله، حالا عرشی و اینها یه مجلس دیگه میخواد، امروز نمیشه. حاملین عرش و من حول عرش، یسبحون به هم درب به هم، تسبیح حمد پروردگار میکنن، یؤمنون به و یستغفرون، کارشون استغفار برای اشخاصی که ایمان آورد، برای شما ایمان آورد. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و رحمتا و علما فخفش. قرآن شاهد ما ذیل آیه شریفه فاغفر للذین تابوا. مؤمن من ذلذی ما ساقد، کیس ادعا بکند به غیر از ائمه که من گناهی که نکردم، ولو شخص اول عرض می شود باشه، در استثناء بفرمایید اونها رو تمام، هر کس من ذلذی ما ساقد تو، پیش که بگه من بدی نکردم چیز نکردم، خودش توجه نداره عزیز من. اونها دعا میکنن، کی رو؟ شماها رو، اشخاصی که توبه میکنن، توبه میکنن. و تبع او سبیلک، یعنی سبیل آل محمد، راه آل محمد. اینجا دیگه استاد میخواد. خب این فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، اینجا شبان وادی ایمن جهی رسد به مراد که چند سال به جون خدمت شعیب بکنن. هلک من لیس له حکیمون یور شده، کسی که دانشمندی نداشته باشد که او را رهبری بکند هلاک میشود. هر کی استاد میخواد عزیز من. خب آره، تو استاد چی هستی؟ صرفم بسته. تو چی هستی؟ نه کلام فلان. استاد راه میخواد عزیز من که من عرضه بکنم هلک من لیس له حکیم یرشدو، حکیمی که او رو ارشاد بکنه. عرض می شود علت این که عرض کردم، یک روز حضرت عبدالعظیم علیه السلام عرست دینه که علا امام فصدقه فصدقه. آقا جون روش من اینه، نماز اینطور میخونم، روزه اینطور میگرم، کارام اینطور. عرست دینه که علا امام زمانه و صدقه که و دار. پس یه هم که استادی لازم دارید عزیز من، که مردم وقتی اناس نیامون و هزاماتون طبق، مردم خوابن وقتی که از که بیدار میشن؟ وقتی مرد. صلوات برسید. و از کرول دا فی ایام معدود دار، نهی که منطق خوندن نقیز و کل شیعن رفعه، ذکر نقیزش چی میشه؟ عدم ذکر دیگه.
نقیض کل شیء رفع او، ذکر عدم ذکر نقیضش. با غفلت نمی‌سازی. پروردگار و از کرولا در ایام معدودات باید توبه کنی، باید مألوفات رو کنار بگیر، باید کار بد نکنی، باید فکر بد نکنی. حیثیت منوع موجوده. کلمه از حیث این که دلالت بکند بر یکی از ازمان ثلاثه، فعل نکنه اسم رابط باشه حرف، به حیثیت منوع موجود. و از کرولا فی ایام مرد حالا وحدت ان تذکره قلبک بل قفلات. البته اون نسخه غلطه، اونجا نوشته نباید غفلت بکنی، چون عدم ذکر غفلت در طرف نقیض قرار میگیره. قلبک بل قفلاتی هادشت لاسیگما بل معصیه. حاجاتو میدن دستشون، خدا رحمت کنه رهبر کبیلو رضوان الله تعالی علیه، یکی از رفقات چینجانی به ایشون عرض کرده بودی که پای این میرزا چرا خوب نمیشه، فرموده بودن خودش نمیخواد، یعنی خود بنده نمیخواد تو خوب بشه. خب یه فکرایی که باید فعلا تو اینطوری باشی و فلان باشی و الی آخره. دیگه پریشب دیگه به یه جایی رسید که من نصف شب که خواستم بلند شم دیدم نمیتونم. واقعا هر چی زور زدم بلند شم نمیتونم. و من تمام ذکر، از تمام ذکر این که عقلت ذاکر باشه. چجوری عقل ذاکره؟ بفهمی برای چی به دنیا آمدی، از کجا آمدی، برای چه اومدی و کجا باید بری. روحت هم باید ذاکر باشه. روح یعنی غفلت نداشته باشه، ذاکر باشه، اوج بگیره، متوجه عالم ملکوت باشه. و قلبت هم ذاکر باشه. دادش چون مرحوم چیز غزالی در احیاء العلوم می فرماید ذکر قلبی اینست که خب لا اله الا الله که میگی، استغفار که میکنی، قلبت هم استغفار بکنه، یه صلوات بفرستی. به توتی غلام حسین یه بود یه وقتی مسجد شاه که حالا مسجد آقا معروفه معرکه می گرفتن، عرضیش که ایام ماه رمضان، ما هم تقریبا این قضیه مال سن 22 سالگی منده حالا یادم. لوتی غلام حسین واقعا همه شون خوب بودن، معرکه گیرم خوب، یه طرف هم یکی تو سایه معرکه میگیره، خب اونم آدم خوبی بود. ولی ما از اول یه روز رفت میخواییم این یه
دو تا ظرف رو هم گذشته بود، دو تا ظرف رو هم گذشته بود، توش پر از تناب بود. گفت من این تنابا رو مار میکنم، مار به شرطی که آقایون 10 تومن ده. بالاخره خب مردم طالب این جهات هستن، ببینید یه کلای تخم مرغی سرش بود و محاسنش هم عرض می شود اینقدر، و 9 تومن براش جمع شد. گفتم لیکی غلام حسین از اون 1 تومن دیگه بگذر، تو میگی من لوتی هستم از این 1 تومن، چون آخه غالب افراد مجلس ما جوان هست، اینا اگر 1 نواخت باشه، 1 نواخت باشه منبر کسل میشن. حالا گفتم 1 تومنشو برگرد، 1 تومنشو صرف نظر بکن، این تنابا رو مار کن. با خیر خوب 3 تا صلوات بفته، حالا شما هم بفته. شروع کرد به دعا خوندن، یه دعا خوند و گفت عقب برین و به صلوات فرستادن و خوند و دمید به این دو تا کلاهکا که رو هم بودن، یا این کنابا تو این ظرفا بودن، دمید و گفت صلوات دیگه هم بفرستین، شما هم بفرستین. وقتی که کلاهکو برداشتی، مار سفید و مار ختم خالی و مار گل باقالی و مار سیاه و اینا دور هم میدید، چی کار کردیم به چه غلام بودیم؟ این یه معرکه بود. معرکه دوم، یه سلوات باز بفرستیم. چون نمیخوام هم خستتون بکنم هم که عزیزتتون. معرکه دوم یه درویشی بود، خیلی خوش صدا بود. خب صدای خوب خوبه اگر قلقله نداشته باشه که بعضیا حرام میدانن، خب اما واقعا خوب میخوند. اما این به من گفتن این درویش چه عیبی داره؟ پول میخواد، پول پول. آقا تا اسم پول میبود مرکه به هم میخواد. به من گفتن این درویش چه عیبی داره؟ گفتم ولی این درویش باید نگه این حرف رو زشته، نگه یه هرکی مازاده بر معاشش داره یک نیازی داره. باز دوباره گفتن آقا تمام معرکه رفت و گو همین علی میان، باز زد زیرش تا میخوند مردم جمع شد، از بعد قشنگ میخوند. معرکه سوم که آخرش باشه یکی دیگه بود، اما تمام خواست و فوزلا بود. چند نفر گفتن مهندس الملک سو آقای رهنماست و که هندسه میگفت دوره، چون ما رفتیم ببینیم معرکه سوم چی. معرکه سوم این بودا، ز دست غیر ننادم که چون حباب مدام همیشه خانه خرابه. هوای حباب باران در اثر باریدن روی آب تولید حباب میکنه، هوای داخل حباب حباب رو خراب میکنه.
گفتم عجب شعری گفت قربون این آدم. من دیدم خواص اینجا جمع شدن. آخر سر گفت هر کس که مازاد بر معاشش دارد نیازی بدهد. هم عبارتش هر کس مازاد بر معاشش دارد نیازی بدهد. آقا اینقدر پول جام شد تمام و داد به فقرا. دو تومن یا سه تومنشو برداشت و خدا حافظ. ما دیدیم اون معرکه‌ای که به درد ما میخوره اینه. ما باید بیاییم اینکه اون لوت غلام حسین که تناب و مار میکنه برای ما چه فایده داره؟ اون یکم که آواز خونی میکنه خواهی چه کنیم؟ اینجا بیاییم چیز داره زه دست غیر ننالم که چون حبا مدام همیشه خان خراب هوای خیشتن. صلوات بده روز سوم گفت آی رفقا من حلال کنین، من فردا دیگه مرخصم، از میان شما میرم مرخص. فردا که روز سه شنبه بود جنازه آقا اسدالله رو از در خونه در آوردن. چه آدمی بود اون آدمی که این شعر رو گفت. بایدم ولهم البشرا کسانی که آیت الکرسی میخونن بعد از نماز میگن که به اینها که شما کی از دنیا مفارقت. یه صلوات دیگه بفرستید. پروردگار رو ما رو بیامون، پروردگار رو مرزای مسلمین رو در بیمارستان ها کوچک بزرگ زن بچه مرد همه رو مورد شفای خودت عاجلا قرار بفرما. لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تجعل دنیا اکبر همنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالثواب والحکمه. اللهم اجعل ثواب مجلسنا و ثواب منطقنا رضاک والجنه. پروردگار عزیز اسلام به اسلامیان رو یاری بفرما. حوزه های علمیه را تأیید بفرما. علم کفر را سرنگون بفرما. پروردگار از برکات و نعمت وجودی امام زمان صلوات الله و سلامه علیه ما را برخوردار بفرما. اموات و رفتگان ما را از این مجلس با شکوه ثوابی نصیب بفرما. ای دل قبول من فل عهد